اجرای همین احکام قرون وسطایی به همین حدود شرعی است. این اعمال هم بخشی از اجرای همون احکام، دست بریدن، چش در بردن، زبون در بردن، گوش بریدن، فساد، فحشا، اعتیاد، تاراج بردن غنایم جنگی که بعد از اشغال کشور ما به دست آوردند. برای همین این نظام تأسیس شد، نه برای ایجاد رفاه و گسترش آزادی و دموکراسی. فقه شیعی اصولاً برنامه‌ای برای فرهنگ و اجتماع و صنعت و اقتصاد و روابط خارجی و غیره و غیره نداشت و نداره. در اوایل هزاره سوم رئیس جمهور رژیم اسلامی صحبت از دیستراکشن یک نیشن میکنه، یک ملت میکنه. علناً در سراسر دنیا دارن با پول خون ملت ایران میلیون ها دلار این کارهای تروریستی روزی چند صد نفر رو تیکه تیکه میکنند. چرا دشمن رو نمیشناسیم؟ چرا ظرفیت هاشو درک نمیکنیم که اصل کار چیست؟ با نشستن جلو تلویزیون و چهار تا فوش به محمد و علی و خدیجه و سکینه دادن کار درست نمیشه. با یه موقع سوء تفاهم از صحبتهای من نکنید، خوب گوش کنید. به اعتقادات مردم، میخواد بهایی باشه، میخواد زرتشتی باشه، میخواد مسیحی باشه، میخواد هر چی که باشه، باید احترام گذاشت. خصوصا اون مردمی که 30 سال زیر شلاق تعصب‌گرایی و خرافه‌گرایی اسیرن. چوب دو سرطلاشون نباید کرد، هم از اون بر بخورن هم از این بر، تا بریم کشورمونو بگیریم یک رنسانس فرهنگی بکنیم. این گونه مفاهیم مثل دموکراسی، مثل روابط بین الملل، سازمان ملل، حقوق بشر، سکولاریسم و این گونه مسائل، اصلا این گونه مفاهیم حتی در یک کتاب یا رساله شیعی هم شما نمیتونید پیدا بکنید. هنوز هم تا به امروز هم وجود نداره. پس انتظار رفاه، خوب گوش کنید، انتظار رفاه و دموکراسی از این رژیم در کلیتش و در تمامیتش و به طور کلی در موجودیت این رژیم انتظار دموکراسی و آزادی و حقوق بشر داشتن، این همون نقطه ضعف روشن فکران ما، اندیشمندان ما در طول 30 سال گذشته بود که باز دنبال خاتمی رفتن در زمان اوج شکنندگی رژیم بعد از جریانات میکنوس. خیانت، بلاهت شما به من بگید چیست؟ این گونه تحلیل ها، این گونه بررسی ها، این گونه اندازه گیری ها، این گونه دشمن رو سنجش کردن در طول 30 سال گذشته نشان دهنده اینه که مفسرین ما، تحلیلگران ما، سیاسیون ما، رهبران ما، بزرگان ادب و هنر و اندیشه و سیاست ما متاسفانه هنوز هم آنطور که باید و شاید گوهر این نظام رو نشناختند. اگر نه این نظام رو با سایر رژیم ها مقایسه نمی کردن. این نظام یک نظام یونیکه، نمونش وجود نداره. برای همین بعضی وقتا که عصبانی میشم و بعدم البته یه عده میگن آقا دیپلماسی رو رعایت کن، آقا پس فردا میخوایی بری کاری بکنی وزنه‌ای بشی، یعنی چی میگه تا خونکشی شروع نشه ایران ما آزاد نشه؟ راستم میگن. من یه مقدار تند میشم جانم، هنوزم اعتقاد دارم تا این حرومزاده ها حتی یه دونشون تو خاک کشور ما باشن ما بدبختی. نگرفتید؟ رد نشد که آقا، جلشو گرفتید. بله.
این گونه تحلیل ها، این گونه تفسیر ها، این گونه اظهار نظر ها، این گونه برنامه ریزی ها نمایانگر اینه که بسیاری از اندیشمندان، سیاستمداران ما گوهر این نظام رو یا نشناختن یا با اونهایی که اربابان اینها هستند نوچه و جیره خاره اونها هستند، چمدون کش های اونها هستند و یا نوکران همین اینها هستند، وگرنه این نظام رو با سایر رژیم ها مقایسه نمی کردن. این امور حتی صحبت هایی که باهاتون کردم حتی در رساله آقایونی مثل سیستانی و منتظری که امروزه بعضی اون دو رو روشنندیشترین فقها ها میپندارند هم وجود نداره. یعنی شما تو رساله های آقای منتظری یا آقای سیستانی صحبتی از حقوق بشر و صحبتی از دموکراسی و صحبتی از آزادی بیان و این گونه مسائل نمیبینید. تازه اینا رو میگن خیلی نواندیشه. بنده هم هر دو این رساله رو یه مقدارش رو زیر و رو کردم، اما نشانی از حقوق بشر که سهله حتی به رسمیت شناخته شدن زن به عنوان یک انسان معمولی را هم نیافتم. شما هم برید مطالعه کنید. اساس فقه شیعی در به طور کلی بنیادش، اساس فقه شیعی بر تربیت مؤمنانه، دیگه هیچ چیز دیگری نیست. تربیت هم همینه که فقهای درجه اول حوزه امروز میگن، یعنی تسلیم محض بودن در مقابل ملاها، یعنی کتک زدن زنان، اون هم به طور دائم، اهانت و فحش و غیبت جمعی در نماز جمعه، مرگ بر آمریکا و یا اصلا مرگ بر همه مردم دنیا گفتن. میبینید تازگی ها مرگ بر انگلیس هم میگن، مرگ بر فرانسه هم میگن و به طور کلی مرگ بر همه. این شعار البته به صورت غیر مستقیم ادا میشه، یعنی به این صورت که مرگ بر ضد ولایت فقیه، دقیقا معنیش اینه. این شعار یعنی به جز 3-4 میلیون طرفدار و جیرخار این رژیم، مرگ بر 6 میلیارد انسان بر روی کره زمین، بر روی کره خاکی که به ولایت فقیه هیچ اعتقادی ندارن. اصلا میخندن مردم دنیا به این فرضیه، به این مکتب. پروازه هست که این شعار حتی شامل 1.5 میلیارد مسلمان هم می شود که شیعه اثناعشر جعفری نیستن. این تربیت فقیهان ازش سخن میگن هم البته فقط و فقط از راه تنبیه هست. از نظر فقه شیعی نه فقط مردم ایران بلکه همه بشریت نادان و گمراه هستند. ولی فقیه سید علی خامنه ای یک نفر، یک صحبت، یک حرف، اون 6 میلیارد باید گوش کنند. اینا تو اون مغز ناتوان و کوچک خودشون سودای جهانگشایی اسلامی دارن. اینان همه مردم دنیا رو صغیر میدونن، بیشعور میدونن، گمراه میدونن و میگن مردم خودشون به تنهایی عقلشون به جایی نمیرسه، به کارشون نمیرسه، پس لاجرم باید اختیار همه چیزشون در دست فقها باشه. همین فقهایی که حالا بعد از این تحلیل عکساشون رو میذارم، اینها در لیست وطن پرستان برای اون روزهایی هستن که ملت ایران دلشون لک زده. اینها رو از نزدیک ببینن بابا، همش پشت پشم و شیشه پشت تلویزیونن یا این ور اون ور میشه دیدشون، از نزدیک مردم میخوان اینا رو لمس کنن. آقا ای بزرگان دین، ای فقها، ای علما، ای روحانیان، این مردم تشنه اینن که از نزدیک شما رو لمس کنن، بگن دوستتون دارن، میخوان سر به تنتون نباشه. هر اومزاد ای سکوی قرار شما دیپلماتیک بشین.